سلام، به کانال زهرا جودی خوش اومدید. روش های مختلفی برای پختن تخم مرغ با روغن وجود داره که من سه روش اون رو توی ویدیوی چطور نیمرو درست کنیم و گفتم. پیشنهاد میکنم بعد از این ویدیو اون ویدیو رو ببینید. حالا اگه شما خورما دوست داشته باشید، تخم خورما یه صبونه خوشمزه است که من توی این ویدیو میخوام به دو روش اون رو درست کنم. بنا به سلیقه میشه مغز گردو یا پسته بهش اضافه کرد که من از مغز گردو استفاده میکنم. مواد لازم: تخم مرغ، خرما که من از نوع پوست نازک استفاده میکنم، گردوی خرد شده، نمک، جوز هندی رنده شده، پودر هل، پودر دارچین، کره، روغن سرخ کردنی. روش اول: خرما ها رو میشورم، هسته خرما رو جدا میکنم و خرما ها رو تکه تکه میکنم. تابه رو روی شعله ملایم میذارم، کره رو توی تابه میریزم، خرما رو اضافه میکنم. خرما رو تفت میدم. چون خرما بافت خیلی حساسی داره و زود میسوزه، پس نباید زیاد حرارت ببینه. جوز هندی، هل، دارچین رو اضافه میکنم و همگی رو کمی تفت میدم تا عطر ادویه ها بلند بشه. گردوی خرد شده رو اضافه میکنم و تفت میدم. بعد سریع شعله رو خاموش میکنم. تو این روش تخم مرغ ها هم زده میشن. پس تخم مرغ رو توی ظرفی میشکنم، کمی نمک اضافه میکنم، تخم مرغ رو هم میزنم. تابه رو روی شعله ملایم میذارم، کمی روغن تو تابه میریزم، تابه رو روغن مالی میکنم. وقتی روغن و تابه کمی گرم شدن، تخم مرغ رو تو تابه میریزم. تابه رو حرکت میدم تا تخم مرغ به طور یکسان تو تابه پهن بشه. در تابه رو میذارم تا یه طرف تخم مرغ کاملا بپزه. بعد تخم مرغ رو برمیگردونم تا طرف دیگه اون هم بپزه. حالا خرما و گردوی تفت داده شده رو یه طرف تخم مرغ میریزم. طرف دیگه تخم مرغ رو روی خرما و گردو میارم و اون رو سرو میکنم. اگه تا اینجای ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید و برای دوستاتون ارسال کنید. تو این روش میخوام شکل زرده تخم مرغ حفظ بشه. برای اینکه سفیده تخم مرغ از زرده اون راحت جدا بشه، باید تخم مرغ خنک باشه. به وسط پوست تخم مرغ ضربه میزنم تا ترکی دور تا دور پوسته تخم مرغ ایجاد بشه. حالا از دو طرف پوسته رو میکشم و از هم جدا میکنم. یه طرف پوسته رو پایین میگیرم تا زرده تون بمونه و سفیده تو ظرف زیر دستم بریزه. با جابجا کردن زرده بین دو تا پوسته، سفیده از اون جدا میشه. سفیده رو با چنگال میزنم تا یک نواخ بشه. تابه رو روی شعله ملایم میذارم. روغن رو تو تابه میریزم و سفیده زده شده رو به اون اضافه میکنم. کمی نمک، هل، دارچین و جوز هندی روی سفیده میپاشم. حالا زرده رو روی سفیده میذارم. خرماهای بدون هسته رو روش میچینم. در تابه رو میذارم تا زرده هم بپزه. اگه بخوام زرده عسلی باشه، پیش از اینکه زرده کاملا بپزه، تابه رو از روی حرارت برمیدارم. اگه هنوز مشترک این کانال نشدید، سابسکرایب کنید، علامت زنگوله رو روشن کنید تا در صورت انتشار ویدیو جدید از اون مطلع بشید.